بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه افینیتی فوتو آپشن هست به نام مکرو که امروز با هم دیگه کار میکنیم. ابتدا برنامه افینیتی فوتو رو باز میکنیم، یک داکمنت جدید ایجاد میکنیم، مین فایل نیو و در قسمت دایمنشن پیج ما که ایجاد میشه 1280 در 1280 72 رزولوشنش هست، این رو اوکی میگیم. خب بعد میایم یک شیپ از قسمت شیپ ها تیر تولز، یک شیپ اینجا رسم میکنیم به این شکل. خب 180 درجه میچرخانیم، از قسمت بالا رو میچرخونیم، میرد شیفت از که بود فشار میگیریم، میاییم اینجا 180 درجه قسمت ترانسفار 180 درجه چرخید. خب رنگ شیب خود رو به شکل میگیریم، ایره در مرکز قرار میگیریم، انکر پوینت شفاال میسازیم از قسمت و انکر پوینت زیر میمانیم اینجا در ابتدای شیب. اینجا میرم منوی ویو، استریو، ماکرو، پنجره ماکرو را اینجا میمونیم. خب در پنجره ماکرو آپشنی که ما داریم اینجا ریکارد هست، پی استاپ هست، پلی هست، ریسیت هست، ات تو لایبرری هست، اکسپورت هست و یا امپورت هست. خب پس در قسمت شیپ اینجا میایم در لیر، اینمی لیر خود را دوپلیکیت میگیریم. قبل از اینکه دوپلیکیت بگیریم ماکرو رو استارت میگیریم، استارت ریکاردینگ. بعد میاییم در قسمت لیر میگیریم کنترل جی دوپلیکیت میگیریم، در قسمت ترانسفارم رفته اینمی را 120 درجه میچرخانیم، ریکارد خود را استاپ میگیریم، دوباره میر پلی میکنیم. وقتی پلی شد آبجکت هایی که ما یک بار دوپلیکیت گرفتیم چرخاندم و ماکرو رو ریکارد کرد، یعنی حفظ کرد، دوباره وقتی که ما پلی از ماکرو رو پلی گفتم این شیپی که ما قبلا را دوپلیکیت گرفتیم چرخاندم 120 درجه ادامه از اون ماکرو تکرار کرد برای ما. بعد میاییم در قسمت مفتول، ابتدا ماکرو ریسید میگیم، میاییم کلی آبجکت های خود سلیکت میگیم، این در قسمت اینجا راست کلیک میکنیم، میگیم جیومتری کامباین، کامباین شد به این شکل میشه. دوباره میاییم در قسمت لیر، یعنی این لیر که ما چند تا لیر بود، فعلا 6 تا بود، توسط راست کلیک جیومتری کامباین گفتم یک تا شد. پس راست دوباره اینجا ما میاییم کنترل جی دوپلیکیت میگیرم، رنگ لیر پایینی رنگش سرخ میگیرم به شکل و این رو میچرخانم 30 درجه و از قسمت ترانسفارم اینجا بیاییم کلیک بودن 30 درجه این رو بچرخانم، دوباره این خوردم بکنیم کنترل از که بود فشار میگیرم و همین شکل و دوباره در لیر رفته لیر بالای دوباره کنترل لیر پایینی رو میگوشم یک بار کلش سلیکت کن یه لیر پایین تر در مرکز قرار بکن. خب لیر پایینی را دوباره یک داره طلا میکن کنترل شیفت از که بود فشار بید که مساوی رو هم دیگه شیشه ویس نبا غیر فعال کن بینده بشه دوباره کنترل جی اما یک شده بالا قرار وقتی در بالا قرار گریر لیر بالایی و دومی را سلیکت میکنه راز کلیک جیومتری سبلک دوباره لیر بالایی رو انتخاب میکنیم در قسمت افکت ها میریم نه میگیم که اوتر شده و ردیوسش بالا میبریم
آپاسی تیرم چنون بالا میگیریم که دیده شد قسمت داخل زیرش رو ببینیم توجه میشین ردیس شد بالا میشکل یک شیف دیگه ما رسم میکنم اینجا یک بار در دور انتخاب کن یه بیشه خان شیفت از که بود شد صاف شد مدر هست که قسمت صاف شد از اینجا گرد لاین بگیریم صاف خب پس شیف دیگه رسم میکنم اینجا از همین شیف میگم من اینجا یک شیف دیگه رسم میکنم بینه میشه که و این را اینجا میگیم به پایین میگیم رنگش ها سبزی تیره سینجی ابتدا این در جایش میمونیم شکل که اسنم فعال کنیم این شکل دوباره مرکز قرار بگیره همچنان در زیر لیه را باشه پس یک ذره دراز میگیم یک ذره برشن زیاد میکنیم این شکل در اینجا خب دوباره اینجا لیر ماست و از اینجا از قسمت مکرور کارت میگیریم این هم لیر خود دوبلیکیت میگیریم کنترل جی و باید انکر پوینت ما در مرکز قرار داشته گرفته باشه این همی رو میچر خانم بیم به این شکل به ترانسفارم بریم ببینیم 60 درجه باید بچرخم منفی 60 درجه یا 60 درجه به این طرف خب حالا ریکارد خود استاب میگم پلی به این شکل تکرار حالا دوباره ریکارد رسید میم یک شیفت دیگه میگیرم کلیپس به این قسمت یک شیفت رسم میکنم من به اینجا میمونم کنترل شیفت کنترل شیفت از کیبورد فشار میگیرم میره یک ذره میارم پایین تر نقطهش در مرکز یک ذره میارم پایین نقطهش در مرکز قرار میدیم انکر پایینتش ها رنگش ها میگیریم ریش ها کنیم دوباره اینم اینجا آمده در لیر این مکرو رو اینجا میمانم لیر در پایین قرار میدیم اینجا خب استارت ریکاردینگ و کنترل جی از اینجا 30 درجه رو میچرخانم در قسم ترانسفارم بود 30 درجه رو بچرخان بعد ریکارد رو استاب میگیم دوباره رو پلی میگیم بچرخان بچرخان ریکارد استاب شد رسیدم میگیم و میخواستیم در این مطلوب رو بسته می کنم و میشک بعد میگیم که